با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بیوانی هستم. در این 16 روز از 8 ماه از 12 سال در 3000 ساعت 2:07 است به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا، 5:07 است به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا و هر کجایی که ساعتش 5:07 است، 11:07 است در اروپا، 10:07 در انگلستان و 7 بامداد است در ترکیه. هرچه تلاش میکنیم که یه ذره به این دوستان اروپایی زودتر برسیم، باز هم از این قافله عقب میمانیم. امیدواریم که بالاخره فرصتی بشود بشه این کار رو یه جوری با هم دیگه پیش ببریم. یکی از مشکلاتی که اسکرم وجود داره این ماجرای فیسبوکه. ضمن همه محاسنی که فیسبوک داره، خیلی چیزم هست، یه چیزایی رو تکرار میکنه و مرتب بعد هی ما این ایمیلای رو بی خودی بگیریم که یه دقیقه پیش هم از یکی دیگه همون رو گرفتیم و این نمیدونم این مکافات رو چگونه میشود باهاش کنار اومد. وقتی که آقای صدر الاشرافی راجب مسئله ملاشناسی صحبت کرد، فکر کردم که برم سراغ مطلبی رو که سید مجتبی واحدی توی سایت بی بی سی منتشر کرده، برم سراغ اون ببینم که این سید مجتبی خان دیروز مطلبی رو نوشته بود تحت عنوان ای علمای اسلام رفت اسلام، ای علمای اسلام رفت اسلام. این جمله است که نیم قرن پیش با صدایی بغض‌آلود توسط آیت الله خمینی بیان شد و مردم ایران هزار بار شاهد پخش آن از رسانه‌های جمهوری اسلامی بودند. این سخنان که جرقه‌ای شد برای نهضت اسلامی در ایران، ناشی از دو سیاست شاه در عرصه داخلی و خارجی بود. نخستین اقدام اسلام سوز شاه اعطای حق رأی به بانوان بود. در آن زمان برخی علمای شیعی ظاهراً رأی دادن را نوعی حق قضاوت می دانستند که بنابر فتوا و برداشت آنها از اسلام خارج از حوزه صلاحیت بانوان بود. رأی نظر است دیگه، و شما وقتی که نظرتو میدی در حقیقت قضاوتت رو بیان میکنی. دومین اقدام شاه که به باور آیت الله خمینی باعث از دست رفتن اسلام میشد، اعطای حق قضاوت کنسولی کپیتالاسیون به نظامیان آمریکایی بود که به باور بسیاری از افراد موجب تحقیر ایرانیان بود. اما ورود آیت الله خمینی و سایر مراجع تقلید به این موضوع مبتنی بر قاعده نفی سبیل بود. این قاعده که مستند به آیه 141 سوره نساء می باشد، هر گونه تسلط کافرین بر مسلمانان را نفی می کند. ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. کمتر از 2 دهه لازم بود تا مشخص شود برای فقهای سیاست پیش ایران، حفظ نظام حکومتی که خود در آن زینف هستند اصل است و حفظ احکام و شعار اسلامی فر بر حفظ نظام. حفظ نظام اوجب واجبات است. بر همین اساس زمانی که آیت الله خمینی در اظهار نظری عجیب حفظ نظام را از نماز واجبتر دانست، هیچ یک از روحانیون ایرانی دم بر نیاوردند که شاه کدام حکم شرعی واجبتر از نماز را تعطیل کرده بود که آیت الله خمینی فریاد رفت اسلاما سر داد. پس از آن هم 1 دهه صبر کافی بود تا مشخص شود کاپیتالاسیون اگر در خدمت حفظ حکومت ولایت فقیه باشد، حتی اگر امنیت و سرمایه و عزت همه ایرانیان را لگب کوب کند، باعث از رفت دستن اسلام سیاسی نمی شود.
استفاده از قضاوت کنسولی توسط نظامیان آمریکایی در ایران که قطعاً با غرور ملی ایرانی و عزت انسانی نیز تعارض داشت، تنها یک احتمال بود. در این حال روحانیون سیاسی ایران و در رأس ایشان آیت الله خمینی را برآشفته کرد که ای علمای اسلام، به داد اسلام برسید، رفت اسلام. اما در دهه سوم استقرار جمهوری اسلامی، مردم ایران شاهد بهره‌گیری مستمر دو قدرت کمونیستی جهان، روسیه و چین، از کاپیتالیسم اقتصادی و سیاسی در ایران بوده و هستند، بدون آنکه قاعده نفی سبیل به یاد روحانیون ایرانی بیاید و کسی خطاب به جانشین آیت الله خمینی فریاد رفت اسلاما سر بدهد. به موجب کپیتالیسم جدید، چینی ها حق دارند شیر خشک مخلوط با ملامین، کامیون فاقد ترمز، انواع محصولات بی کیفیت و گران قیمت به ایران صادر کنند و در برابر با امتیازات ویژه نفت ایران را ببرند. کسی هم حق توبیخ یا حتی اعتراض به آنها را ندارد. کپیتالیسمی که ارمغان جمهوری اسلامی برای ایران است، به روس‌ها اجازه می‌دهد برای 13 سال متوالی اجرای تعهدات خود در نیروگاه بوشهر را به تعویق بیندازند و قرارداد فروش موشک به جمهوری اسلامی را به صورت یک طرفه لغو نمایند و به موجب همین حق کاپیتالیسم، کوچکترین اعتراض جمهوری اسلامی نیز با این پاسخ روس‌ها مواجه می‌شوند که اگر شکایت خود را پیگیری نمایید، شما را در بحران هسته‌ای تنها خواهیم گذاشت. اما آنچه که در حکومت ولایت فقیه بر سر اسلام آمده، تنها به کپیتالیسم و زیر پا گذاشتن قاعده نفی سبیل ختم نمی‌شود. در حکومت جانشین برحق آیت الله خمینی سوژه های فراوانی وجود دارد و خلق می شود که برخی از آنها باور عوام الناس به آنچه صدها سال در میان شیعیان حرمت داشته را متزلزل می کند. صدها سال به ایرانیان شیعه باورانده بودند که مساجد دارای حرمت است و هر کس به آنها وارد می شود امنیت دارد. اما در مسجدی که مزار تنها امام مدفون در ایران است، فریاد و فحاشی را میاندازند. به بهانه این حرمت شکنی هم ابراز ارادت به رهبر حکومت اسلامی از طریق اعتراض به کسی است که در اجرای فرمان رهبر برای مقابله با فتنه بی بصیرتی کرده است. صدها سال به ایرانیان تلقین کرده بودند که ماه رمضان ماه کنار گذاشتن کینه هاست و شب قدر زمان توبه از همه گناهان و کینه ورزی ها. اما در شب قدر اراذل مورد حمایت حکومت مراسم توبه کنان عده‌ای در حرم امن امام رضا را برهم می زنند تا نشان دهند در شب قدر هیچ عبارتی را بالاتر از ذوب شدن در ولایت نمی دانند، حتی اگر این عبادت به قیمت اقداماتی باشد که تا قبل از انقلاب بر سر منابر مورد نهی جدی واقع می شد. در سایه حکومت اسلامی، رئیس دولت بی هیچ ملاحظه دروغ می گوید، بنابر اذعان رئیس مجلس و عده دیگری از سران حاکمیت و رهبر هم که به اشتباه حفظ نظام حکومتی خیش را منوط به حمایت از همان رئیس دولتی می داند، خطاب به کسانی که دروغهای آشکار او را افشا می کنند می خروشد تا نشان دهد اگر آیت الله خمینی برای حفظ نظام جواز تعطیلی مهمترین حکم مذهبی یعنی نماز را صادر کرد، جانشین او هم حق دارد ارتکاب زشت‌ترین رذیله یعنی دروغ را مجاز بشمارد. اما باز هم صدایی از روحانیون شیعه بر نمی‌خیزد. در حکومتی که با شعار رفعت اسلامی رقیب را از میدان بدر کرده و خود بر سر کار آمده است،
رفتار سران حکومت به گونه ایست که گروهی از مردم هر روز بیشتر از دیروز به مظاهر دینی با نفرت می نگرند. کسانی که در دو روز گذشته سری به شبکه‌های اجتماعی زدند می‌دانند که بی‌توجهی محمود احمدی نژاد به موضوع زلزله و عزیمت او به عربستان چه واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. لباس احرام مظهری از پاکی و نشانه یکی از مهمترین شعائر مذهبی یعنی حج است. اما بسیاری از ایرانیان در دو روز گذشته با مشاهده تصاویر احمدی نژاد در مکه به لباس احرام با دیده تنفر نگریستند، زیرا به یاد می‌آورند او بدون آن که حتی کلامی در تسلیت به هموطنان داغدار و زلزله زده خود بگوید، وظیفه خیش در رسیدگی به مصیبت دیدگان را وانهاده و به همراه ده‌ها تن از اعوان و انصار و خانواده هایشان به سفر زیارتی سیاحتی حج رفته است. اما باز هم کسی نیست که فریاد برآورد که رفت اسلام، وای رفت اسلام. حتی آن مرجع تقلید که به خاطر احتمال نمایش تصویر حضرت ابوالفضل عباس از تلویزیون انان از کف نهاده بود، در این اسلام سوزی های واقعی دم بر نمی آورد. می دانم بسیاری از ایرانیان اسلام غیر سیاسی را عزیز می دانند، اما شاید در میان آنها هم هستند کسانی که ترجیح می دن اگر اسلام این است که موجب قوام و پایداری حکومتی تا این حد بی مسئولیت در برابر ایرانیان شده، پس بگذارد برود تا در زمانی دیگر مسلمانان واقعی اسلام را به خانه های خود ببرند تا به جای آن که در خدمت سوء استفادگران قرار گیرد، آرامشی باشد برای زخم خوردگان از ایران ستیزان اسلام فروش. من به عنوان یک مسلمان به علمایی که مدت هاست به خاطر ترس از آخوندهای درباری یا همراهی های منفعت طلبانه با ایشان سکوت پیش ساختن میگویم، این بار واقعا اسلام دار از میان ایرانیان می رود. اگر احساس مسئولیتی دارید به داد اسلام برسید. مشتبای واحدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مقیم آمریکا. آقای واحدی در این میانه حرف خودش رو بیان میکنه، یعنی اینکه آقا هم من مسلمانم، هم اسلام رفت، هم ایران رفت و همه چی با هم از بین رفت. اما چرا از بین میرود به نظر شما؟ چرا ما به این نقطه میرسیم؟ چه اتفاقی افتاد که ما رو به این نقطه رسوند؟ دلیلش چیه فکر میکنی؟ چرا همون علمای اعلامی که نگران اسلام عزیز بودن، بنابر روایت آقای سید مجتبی واحدی، امروز برشون مسئله نیست؟ برای اینکه پدیده‌ای به عنوان میهن معنا ندارد، پدیده‌ای به عنوان هم میهن براش معنا پیدا نمی کند طبیعتا. اونچه که براش مهم است خود و قبیله خودشه. یعنی تو همین آلیگارشی هم که نگاه بکنی میبینی که این همه رو در بر نمیگیره، فقط اون قبیله خودش رو پاس میدارد، اونم تا زمانی که در خدمت باشد. به محض اینکه الان دیدم یه مطلبی رو کوین گذاشته بود روی سایتش در همین آخرین اخبار که مراجعه بکنی، که به سایت مردمریپورت.net میروی، اونجا متوجه میشی که حتی در حوزه اینا چه رفتاری رو صورت دادن و چگونه رفتار میکنن، چیکار دارن میکنن تو حوزه، چیکار میکنن. خب بذار ببینیم ایران پرس نیوز چی گفته. نمک پاشیدن بر زخم مردم، ببینیم با هم.
چی میفهمیم از چرا آقای خامنه‌ای بلند شد رفته اونجا؟ چیکار داشتی که بره اونجا؟ بعد با کی ملاقات کرده؟ اینا زلزله زده ها بودن؟ اینا مردمانی که شما اینجا تو صف دیدی؟ اینا مردمان دهات اطراف اهر و ورزقان و اون طرف ها بودن واقعا؟ اینا اون شکلی بودن؟ بای بای میکرد طرف. نمیدونم اصلا امیدوارم که هیچ وقت این بلاها به سرت نیاید، ولی آدم مصیبت دیده، آدمی که شوک شده، رفتارش اینه؟ من که باور نمیکنم. اینا مردمان اون منطقه بودن واقعا؟ یعنی اینا آقای این فلانی رفته و چرا این رفته بود اونجا؟ ای که مقام اجرایی نیستش که، این مقام اجراییه. یعنی این چی کاره است تو اون مملکت؟ یکی کار اینو برای ما تعریف کنه که شغل این آدمه چیه تو اون مملکت؟ این که کار اجرایی دستش نیست که. وقتی که سید مجتبی می نویسد که وای اسلام رفت و چه شد و چه شد، من به سه تا تیکی از این داستان برای شما خواهم گفت. امروز در حقیقت مرکز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گزارش کرده که 19 نزدیک 20 کیلو از مواد غنی‌سازی شده نیستش. بر اساس دیروز اون مطلبی رو که راجع به حسن روحانی برات گفتم و باز هم دروغ گفتم، یعنی سندها رو با هم دیگه مطابقت کردن چون اینا مجبورن که گزارش کنن. بر اساس گزارش های خودشون متوجه شدن که آقا 20 کیلو نیست، 19.8 نیست کیلوگرم، 20 کیلو دیگه. دو سیر کمتر. ایران از کره جنوبی درخواست کرده که نرخ بهره رو بالا ببره روی میلیون ها میلیارد ها دلاری که billions of dollars of its cash trapped in two government owned banks, a Korean central bank sources said on Thursday. دو تا بانک کره‌ای، درآمدهای نفت ایران که میره، مثل ماجرایی که گفتن در چین اتفاق میفته و وقتی که اینا میفروشن کره چینیا پولو در بانک خودشون نگه میدارن و ایران میگن بله شما، ما شما خریدیم، اینم پولش بفرمایید، بعد میذارن تو جیب خودشون. بابت این کار کارمزد برمیدارن. اون وقت کره ظاهرا ایران کانسیدر interest rates of 0.1% are too low. کره 0.1% بهش بهره میده. 0.1% به این پولش بهره میده. و ایران گفته که این بهره کمه، بهره رو زیاد بکنید. و کره جنوبی هم تا ماه سپتامبر و
بایستی که میزان خرید نفتشو دوباره باز هم کاهش بده بر اساس تحریمایی که اروپا و آمریکا انجام دادن. از طرف دیگه در اروپا فشار وارد میکنن که در مورد بانکهای لبنان و اوراق قرضه و وزارت خزانه داری کشور لبنان که الان در حقیقت حزب الله در اونجا حضور داره که فشار بیارن روی لبنان. در مورد ایران هم دوباره داستان همین سویفت کد بلژیک و بروکسل هست که وضع رو واقعا به روی اینا میبندن. وضع در حقیقت از باب اقتصاد داره پیچیده تر میشه اوضاع. اما دیدم که مطالبی می نویسن که آقا چه این تحریم ها انقدر بده که کمک کرده الان دیگه زلزله نشده، دیگه دارو نیست. گفتم که بشین منتظر باش ببین که این نیروهاشون تو خارج کشور این دد سل بشه یا سلیپ سل بشون میگن، این خوابالوداشون که وقتی کلید میزنن بیدار میشن فوری چی مینویسن. الان افتادن دوره که ای داد بیداد تحریم کردی، در عراق کودک ها مردن در اثر تحریم، الان زلزله اومده تمام بیدارو موندن زلزله زده ها بیچارا، همش هم تقصیر این آمریکاست و اسرائیل. اصلا جمهوری اسلامی که بابا خیلی بابا اینا مهربونن. گفتم که منتظر باشیم ببینیم که اینا در این سلولای خوابالودشون چه میکنن، چه بیانی، چه منتظر بودم که این لحظه رو شاهد باشم و ببینم که اینا واقعا در این موقعیت چه میکنن و دیدم که چه کردن. دیدم الان میگه که اینا رو چیز نکنید، اینا رو پخش نکنید، این تحریما چون که تحریم کردید بنابراین مردم زلزله زده دچار گرفتاری هستن و دارو گیرشون نمیاد. از یه طرف نگران اون 48 مزدورن که در سوریه گرفتار شد و به خاطر حق انسان و معنای انسان و شرافت انسان باید رفت به اونا کمک کرد، از این طرف هم حالا نگرانن که به خاطر انسان دیگه، به خاطر انسانیت، همه اینا فقط به خاطر اینکه انسانیم، اینکه شرافت انسانی داریم باید اینجوری باشیم دیگه، بریم دنبال اینکه الان این زلزله زده ها به خاطر تحریمی که صورت گرفته این زلزله زده ها همه زیر خاک موندن. اگه تحریم نبود که ما اینجوری نبود که. اینا رو درون ایران نمیگن ها، اینا رو این بغل دستی من و تو بیان میکنه تو آمریکا، تو اروپا، از همه نعمات استفاده میکنه. که در این نظام فاسد رو حفظ کنه. دلیلش چیه؟ چرا میخواد این نظام رو حفظ کنه؟ چون به غیر از اون معنا پیدا نمیکنه، هیچ معنایی نداره. اگر نظام اسلامی نباشه اکبر گنجی معنا پیدا میکنه، میر حسین موسوی معنا به وقت داره نداره که، این درون این معنا داره، اینو ازش بگیری بی‌معناست. اون برای اینکه خودش رو معنا کنه مجبوره که نظام رو حفظ کنه. و ما به عنوان آدم های فردی که گرفتاریم در این امواج طبیعتاً دچار سرگردانی می شویم. یکی دیدم که در این فیسبوک برای من نکته جالبی رو نوشته، آقا میدونی چرا به تو کمک نمی کنم؟ برای اینکه تو خیلی آدم چی هستی، رفتی نوریزاده رو آوردی اینجا و این نوع
آدم ها کسانی هستند که اصلا به هیچ جا کاری نمی کنن. نه اینکه فکر کنی حالا تصمیم گرفته که از این لحظه به خاطر اینکه من یه کار بدی کردم حالا منو تنبیه کنه. تا زمانی که خودمون به صورت فردی، به صورت تکی اقدامی رو صورت ندهیم، هیچ وقت جمعی اقدامی نخواهد کرد، برای اینکه جمع مجموعه این تک تک هاست. این نوشته که چرا به شما آقای بهبانی کمک نمی کنیم یا نمی کنم؟ آره نمی کنم. چرا به شما کمک نمی کنم؟ شما بگو به کی کمک کردی؟ به خودت کمک می کنی؟ این خیلی روشن و ساده، چون شما کسانی را دعوت می کنی که سالها به کمک این رژیم جنایتکار مشغول بودن. نوریزاده یک نمونه از 8 سال لابی خاتمی در خارج کشور بود، هنوزم هست. شما میگین که کسانی اینجا میآیند که برنامه تلویزیون، چه کسی بیشتر از نوریزاده برنامه تلویزیون از کانال شهرام اون گرفته تا صدا آمریکا تا الجزیره؟ آقای بهبانی، ما با آخوندها مرز سرخ داریم. بعد نوشته که این مطلب آقای مصداقی، خبر بد به شما بدم، خبر خیلی بد، خیلی خبر بد. با اونی که لحظه پیش در پایان برنامه آقای صدرالاشراف، آقای حجازی از تلویزیون، از رادیوی ایپرژین تماس گرفتن و یه خبر بدی رو من دادن در مورد آقای ایرج مصداقی که حالش بسیار وخیم است و در بیمارستان بستری است. دوستانی که علاقمند هستند به آقای مصداقی، در این لحظه دعوت میکنم ازتون که از طریق ایمیل، از طریق فیسبوکش، از هر طریقی که میدونید یک حالی ازش بپرسید. حالشو بپرسید اولا، این دیگه حد دقیقه کاریه که میتونی انجام بدی. فشار خون پایین داره، نمیدونم، به حال در بیمارستان حال خوشی ندارد. بنابراین از همه علاقمندان آقای مصداقی دعوت میکنم که لطف کنید از طریق فیسبوکش، از طریق ایمیلش حالشو جویا بشوید، روحیه پیدا کنه، بدونه که بالاخره اگر که کاری کرده برای من و تو، برای روشن کردن ذهن بنده و جنابالی، ما هم در این لحظه از او یاد خواهیم کرد و حالش رو میپرسیم. بنابراین دعوت میکنم که به فیسبوکش مراجعه کنید، ایرج مصداقی رو باهاش ابراز در حقیقت همدلی کنید. این هم در مورد مطلب آقای مصداقی که فکر کردم که این دوستمون که نوشته مصداقی، یادم افتاد که این رو در ابتدا باید میگفتم، متاسفانه فراموش کردم. نه دوست من، ما انسان اصولا موجودی است دلیل تراش، دائما دلیل می آورد. بفهمید شما. آقای که نوعی خبر نگاهی بود. خیلی خبر از علاقمندان آقای مصداقی نیستم، ولی حتما این وظیفه رو به جا خواهم آورد. بالاخره ایشون هم به ما خودش دلسوز هست برای کشور ما و بالاخره ما خبری بود شهران ناظری در اون چیزش میگه دعوی به قول مورد بیمعنی نیست، پس اول معنی داره و زحمت کشیده. امیدوارم که هر چیز رو سلامتیشو به دست بیاره. حتما این وزیفه رو بسیار خواهم آورد. ممنونم از شما. بله دوستان که میشنونی صدا رو با آقای مصداقی یه ایمیلی بهش بزنی، حالشو بپرسید، ازش بپرسید که بداند که بالاخره بی اثر نبوده، کارش تأثیر داشته، یه در رو با خودش همدل کرده.
نه بابا، این پاییز سختی رو پیش رو داریم، یعنی پاییز عجیب و غریبی رو پیش رو خواهیم داشت و نیازی نیست که شما توضیح بدی که چرا کمک نمی کنی، برای اینکه اون پدیده‌ای اون که کسی که خودش این کارو میکنه اون یک چیزی رو میطلبه، یعنی باید یه پای مایه اول داشته باشی، تا اونو نداشته باشی نمیتوانی این رو هضم کنی. یعنی این پدیده چگونه عمل میکنه، چجوری کار میکنه. بخودی دلیل نوریزاده اینا نیار، اونو نداریم ما، نه منم ندارم، فکر کنی شما نداری، منم ندارم، همدلی اسمشه، اونو نداریم، چون اون بعد یه چیزی، اون یه وجه مشترکی بعد وجود داشته باشد که ما حول اون مثل اون چی بود، ستون حنانه، اون بعد وجود داره، اون ستون حنانه بعد وجود داشته باشد تا تو دورش بگردی، اون نداریم اونو، اون اسمش وطنه، معنا مفهوم پیدا نکرده. ما در عصر قبائل زندگی میکنیم، پا به عرصه انسان نگذاشتیم، ما بشری همجوری دین و بت و توتم و پیغمبر و تو این عصریم، ما وارد عرصه عصر انسان نشدیم هنوز. عصر انسان عصر مدرنه، عصر درکه، درک مفاهیمه در حقیقت. ما اون عرصه هنوز پا نذاشتیم، تو دوران بشریت زندگی میکنیم، دوران قبیله، دوران جادو و جنبل، دوران پیغمبر و نمیدونم جادوگر، تو اون دوره داریم زندگی میکنیم، نتونستیم هنوز این مرز رو نتونستیم بشکنیم، پا بذاریم به مرحله انسان. عمادالدین باقی مطلبی داره تحت عنوان اولویت شبکه اجتماعی بر اتاق فکر، دیالکتیک اندیشه و عمل شبکه ای، ایزاهی بر در پستوی اتاق فکر. در هفته نامه آسمان شماره 21 شنبه 7 مرداد 91 صفحه 11 تا 13 گفتاری از نویسنده ارجمند جناب مراد ثقفی در نقد مقاله در پستوی اتاق فکر انتشار یافته بود با عنوان نقد اتاق فکر یا دعوت به نیندیشیدن. نقدی خواندنی بود و با علاقه آن را نوشیدم. شائق بودم که به پاس نقد و ناقد و خوانندگانش از پاسخ یا توضیح بپریزم، چه دوست دارم ناقد را حتی اگر سخنش را ناوارد می دانم بستایم. نقد اگر وارد باشد هدیه‌ای است که باید سپاسگزارش بود و تصحیح کننده است، و اگر وارد نباشد در نهایت یک نظر است که به اندازه نظر ما حق ابراز شدن دارد. لذا بران بودم که فقط یکی از خوانندگان و بهره‌مندانش باشم و یا صرفاً توضیح را برای جناب مراد ثقفی ارسال نمایم. اما دوستان مختلفی خواستار توضیح شدند، لذا امیدوارم این نوشته در حکم ایزا و گفتگو تلقی شود نه جوابیه. چون دوست دارم سپاسگزار نقد ایشان باشم، با اکراه این فقرات را می نگارم. 1. گمان می کنم دوری
از صفت گزینی فضا را برای نقد کردن منصفانه تر می کند. گمان می کنم دوری از صفت گزینی فضا را برای نقد کردن منصفانه تر می کند و این که گفته شده است باقی به نقد تندی از پیشنهاد تأسیس اتاق فکری که در آن به راهکارهای اصلاحی برای معضلات کشور اندیشه شود پرداخته است، این مناقشه را برمی انگیزد که در کجا تندی شده و اصولا تند بودن چیست و چه معیاری دارد و مبادا همانند کسانی شویم که هر نقدی را صفتی می بخشند تا نفلش کنند. دو، در نقد نوشته مذکور آمده است باقی نه کمترین اشاره‌ای به سازماندهی سیاسی در جوامع به قول خودش پسا دیجیتال که در آنها ثبات سیاسی وجود دارد می کند و نه به این که پس از پایان یافتن اولین مرحله از آنچه او بهار عربی می خواند، آن افرادی که ادعا می شود به صفت فردی عرض اندام کردن در کجای نظم های جدید در این کشورهای عربی قرار دارند. یعنی نه اشاره‌ای می‌کند به جایگاه امروزی احزاب در جوامع اروپای غربی که مسلماً در زمره اولین جوامعی بودند که به دوران کامپیوتر و اینترنت و موبایل و بهباد وارد شدند و نه به این که پس از پشت سر گذاشتن اولین مرحله بهار عربی هم‌اکنون چه گروه‌هایی در این کشورها حکم می‌رانند. به نظرم نه فقط اشتباه بلکه گمراه کننده خواهد بود اگر تمامی احزاب و سازمان‌های سیاسی دوران پیشا دیجیتالی را احزابی بدانیم که بر اساس سنترالیسم دموکراتیک تشکیل شدند و متشکل بودند از تعدادی نخبه و قهرمان و خیلی عظیمی عقبه گوش به فرمان که به اشاره‌ای تا مرز جان باختن می‌رفتند. و به همین سیاق اشتباه خواهد بود اگر گمان کنیم که امروز نظم سیاسی دموکراتیک در جهان دیجیتالی بر پایه احزاب و سازمان‌های گسترده و ملی نمی‌گردد. مردم سالاری که تا اطلاع ثانوی به همان نظمی اطلاق می‌شود که در جوامع صنعتی غرب پایگذاری شد، برگرده سازمان‌ها و احزاب و اجتماعات سیاسی و اجتماعی هم شد که در همان اعصار پیشا دیجیتالی تأسیس شدند و گذار از موج دوم به سوم نیز در این واقعیت تأثیر تعیین کننده نداشتند. چنان که ملاحظه می‌شود این نقد به بحث درباره جوامع پسا دیجیتال و پیشا دیجیتال پرداخته و کاستی های مقاله مرا در این زمینه یادآور شده است. اما در عالم مطبوعات همه می دانند که از یادداشت کوتاه چه انتظاری باید داشت و آن نه همچون یک کتاب که شاید شبیه چکیده مقالات همایش های معتبر است که لب سخن یا ایده کلی را در چند سطر تقریر کرده و برای آگاهی تفصیلی مخاطب را به مقاله یا منبعی دیگر ارجاع می‌دهد. من هم قرار نبود در مقاله در پستوی اتاق فکر به تبیین وضعیت دموکراسی در جوامع پیشا دیجیتال و پسا دیجیتال و حل همه مشکلات آن بپردازم، به ویژه اگر فرض بر این باشد که خواننده مجله با این مباحث آشنایی اجمالی دارد، اشاره‌ای کافی است و اگر آشنا نباشد نباید از یک مقاله انتظار رسیدگی به همه بحث‌ها و مسائل او را داشته باشد. و البته هر کس ناقد محترم را بشناسد می‌داند که ایشان در زمره عالمان این امورند. بنابراین این که مثلا جایگاه امروزی احزاب در جوامع اروپای غربی چیز اساساً موضوع بحث مقاله نبود است. لابد این روش نقد را می‌شناسید که اثری را به خاطر آنچه ننوشته نقد می‌کنند و این شیوه نقد مطبوع و مقبول نیفتاده که در باب آنچه گفته نشده است داوری کنیم. باید درباره آنچه گفته شده است قضاوت کرد. سابقه
یا سرگذشت اتاق فکر و احزاب و غیره در دیگر کشورها یا خارج کشور موضوع بحث من نبوده و نگاه به داخل داشتم. بگذاریم که در خارج نیز هر عملی که دنباله داخل نباشد عقیم و براب است. چرا امادالدین باقی جرأت میکنه بگوید که بگذاریم که در خارج نیز هر عملی که دنباله داخل نباشد عقیم و براب است؟ چه چیزی به امادالدین باقی این مایه رو میده که بتونه ازش این نون رو در حقیقت در بیاره؟ خمیر مایش چیه؟ هیچ. حمایش همون چمدون های بسته است، همون که دو ما دیگه اینا میرن. هر روز اول نشستی که دو ما دیگه اینا میرن تموم میشه، امریکایی اوورده خودش میبره، اونو برده اینو میاره و سیایه این کار میکنه، گوادالوپ اون کار میکنه. اصلا حاضر نبودی که نقشی در این داستان داشته باشی. همش انگشتمون به غیر است، به یه آنها و یه اینها. اگر غیر از این بود این نمیتوانست این رو بنویسد. نگاه میکنه به داخل، این اون اینجا عمل میکنه، در حالی که قرار نیست اینطوری باشه. سه، انتقاد شده که پرسش اصلی که متاسفانه هیچ پاسخی در نوشته باقی به آن داده نمی شود آن است که چرا امادالدین باقی تشخیص داده که اتاق فکر پیشنهادی اصحاب و ارباب سیاست اصلاح طلب از نوع اول یعنی قیم معابانه و نامطلوب است و نه از نوع دوم یعنی نوع مطلوب، ولی کم اشارهی به نام و نشان کسانی که اون اتاقها را تأسیس کرده اند که نمی کند. اندک توصیفی که از چگونگی برگزار شدن یا نشدن جلسات این اتاقها نمی دهد. به کدام دلیل خواننده باید بپذیرد که این اتاق قرار است به توصیف امادالدین باقی میراثخوار سنترالیسم دموکراتیک یعنی شیوه سازماندهی بلشویکی باشد و نه اون اتاق فکری که در پیوند و تعامل با جامعه است؟ به همان میزان که توضیحات غایبند، اتهامات حی و حاضر می باشند. ابتدا به این سخن کلی توجه میدم که دلیل اینکه مقاله و سخن برخی نویسندگان بیشتر مورد توجه قرار میگیرد این است که بسیاری از مردم کم و بیش و ارتکازا یک پیشورز دارند و آن این است که سخن عده‌ای پست و پشت دارد و برآمده از خبرها و اتفاقات پشت پرده است. به همین دلیل است که از خلال سخن برخی تحلیلگران میتوان به کشف خطوطی از اخبار و ناگفته ها و نانوشته ها و تصمیماتی نائل شد که اعلام نشدند و گاه خود آن تحلیل در حکم خبر است. اما من لزومی ندیدم به این پست و پشت ها اشاره کنم، زیرا اگر گشتی در اینترنت شواهد فراوانی به دست می‌دهد که چگونه بعضی به جای همه سخن می‌گویند و حتی تصمیم می‌گیرند و راهبرد صادر می‌کنند. درست است که نشانی کسی را نگفتم و بیان نکردم. از کجا فهمیدم که منظور ارائه دهندگان پیشنهاد اتاق فکر از چه نوع بوده است؟ اما نیازی هم ندیده بودم. چه این یک قاعده کلی است که در پس هر تحلیلی خبری نهفته است که شاید نویسنده نمیتواند همه آن را فاش بگوید، اما نیازی هم به آن نیست، زیرا صرف اینکه قبل از سرمایه گذاری بر روی شبکه اجتماعی وارد بحث اتاق فکر شویم معنایی جز آن که گفتم ندارد. همانجا تأکید میکنم که روان نیست ما در مقام نیتخوانی براییم و نیز تردیدی نیست که برخی از مدافعان اتاق فکر، یعنی و به طور مشخص شخصیتی چون آقای عبدالله نوری،
آرمانی جز بهبود اوضاع و مردم سالاری ندارند و به همین سبب از تذکر و توجهی که در مقال داده شده برآشفته نشدند. به ویژه که ایشان به صفت روحانی بودن خود درک عمیقی از روحانیت به عنوان یک شبکه اجتماعی و نقش کلیدیش در جریان انقلاب اسلامی داشته و انواع و اشکال دیگر شبکه اجتماعی را می شناسند. گرچه بحث اتاق فکر از گذشته همواره مطرح بوده و اخیراً نیز افراد مختلفی مانند آقای عبدالله نوری و دکتر نجفی و دیگران را مطرح کرده اند، اما اساساً مقاله نقد اتاق فکر معطوف به هیچ شخصیت خاصی نبوده، فقط درباره مشکلات آن و تلقی‌های مثبت و منفی از آن سخن گفته است. در نقد نوشته آمده است: در این که رسانه‌های جدید بر امکانات تعامل اجتماعی به میزان قابل توجهی افزوده‌اند شکی نیست. همینطور تردیدی نیست که سهل الوصول بودن این رسانه‌ها امکانات عرض اندام فردی و مشارکت انفرادی را در روندهای اجتماعی افزوده است. اما به نظرم نه درست است بگوییم که بیش از گسترش اینترنت و موبایل رسانه‌ها یک سویه بودند و نویسندگان مطبوعات یک تنه به قاضی می رفتند و راضی بر می گشتند، و نه اینکه رسانه‌های دوران پسا دیجیتالی را دو سویه و فاقد دوگانه نویسنده مخاطب اشتباه است. اگر مطبوعات و نویسندگان عصر پیشا دیجیتالی را افرادی کنده شده از جامعه، برج آژنشین و خطاب سرایانی به شمار آوریم بر سازنده مخاطب و نه در گفتگو با وی، آن رسانه ها نیز به میزانی که نویسندگانش و تولید کنندگانش در بطن جامعه زندگی می کردن در بدبستان دائمی با جامعه خود قرار داشتند. ابتدای این سخن جز تصدیق آنچه درباره رسانه در عصر جدید گفته شده بود نیست. اما چه کسی از مفهوم دوسویگی نفی دوگانه نویسنده مخاطب را نتیجه گرفته است؟ خود تافلر هم که پیشبینی کننده و مبدع نظریه دوسویه شدن ارتباطات و رسانه ها در عصر پسا دیجیتال است، چنین ادعایی نکرده و از دوسویه شدن رسانه ها نفی مخاطب نویسنده را نتیجه نگرفته است. این اینتراکشن، راجع به این دو سو، یعنی اینتراکشن یعنی کاری که فرض کنید که ما داریم انجام میدیم، ما چی میگیم، اون بیننده از اونجا زنگ میزنه یه چیزی میگه، بعد ما یه چیزی میگیم یکی دیگه، این اون بحث است که در حقیقت اینها دارن راجبش تلاش دارن که حرف بزنن. خود تافلر هم که پیش بینی کننده و مبدع نظریه دوسویه شدن ارتباطات و رسانه‌ها در عصر پسا دیجیتال است، چنین ادعایی نکرده و از دوسویه شدن رسانه‌ها نفی مخاطب نویسنده را نتیجه نگرفته است. اگر سخن از دوسویه شدن رسانه‌ها حرف نادرستی بوده، در درجه نخست متوجه تافلر است و بعد متوجه من که موافق سخن او هستم، اما نه تافلر و نه من دوگانه نویسنده مخاطب را نفی نکردیم. فقط ادعا این بوده که در جهان جدید ارتباطات دوسویه شده است و این رویداد قهرن پیامدهایی داشته که تافلر این پیامدها را در جامعه حتی در رنگ و بوی غذا و هوا و صداها هم به خوبی توضیح داده است. این سخن او نه به معنای این است که در عصر پیشا دیجیتال ارتباطات دوسویه مطلقاً و در هیچ شکلی وجود نداشته، و نه به این معناست که در عصر جدید دیگر ارتباطات یکسویه‌ای در کار نیست، بلکه سخن بر سر پارادایم این دو دوره است. این که در جامعه پیش دیجیتالی هم نویسنده در تعامل با خواننده است، نفی مدعای من در مقاله قبلی نیست، زیرا اولا سخن آن مقاله درباره ارتباطات در عصر جدید است که دو طرف فعال و بی واسطه دارد، نه درباره نویسنده و خواننده.
دو دیگر این که تعامل نه تنها در عصر پیشا دیجیتال که حتی در یک سلول انفرادی هم که هیچ موجود زنده و حتی هیچ شیئی برای ارتباط متقابل وجود ندارد برقرار می شود و انسان به جای تعامل عین و ذهن تعامل ذهن با ذهن را برقرار می سازد. در کتاب منتشر نشده هم درباره جامعه شناسی زندان به تفصیل در این زمینه سخن گفتم. بنابراین وجود تعامل جزی از زیست موجود زنده است، ولی اساساً مسئله آن مقاله نبوده و وارد چنین موضوعی نشده است و مسئله مخاطب نویسنده غیر از بحث تعامل در ارتباطات مورد نظر تافلر است. او هم هنگامی که از دو سویه شدن ارتباطات سخن گفته و پیامدهایش را نوشته است، نخواسته وجود آن تعامل ها بین نویسنده و خواننده را در عصر پیشین نفی کند. در واقع موضوع بحث همان است که در نقد نوشته نیز گفته شده، در اینکه رسانه های جدید بر امکانات تعامل اجتماعی به میزان قابل توجهی افزودن شکی نیست، همینطور تردیدی نیست که سهل الوصول بودن این رسانه ها امکانات عرض اندام فردی و مشارکت انفرادی را در روندهای اجتماعی افزوده است. اکنون با این توضیحات من نمیدانم مقاله جناب آقای ثقفی در این بخش عزم انکار چه مدعایی را داشته، آنچرا که نه در مقاله هم اشارتی و نه بدان باوری داشتم و نه منطقی است که کسی گمان کند شاید منظور من از بحث دو سویگی در عصر جدید حذف نویسنده مخاطب در عصر گذشته است، زیرا دست کم خود یک نویسنده عصر پیش دیجیتال بوده و فراگرد تعامل نویسنده مخاطب را به خوبی درک کرد و نمی توانستم چنان بیندیشم که گفتن. پنجم، در فراز دیگری از نقد سودمند جناب ثقفی آمده است بحث در مورد اظهارات تافلر در کتاب موج سوم فرصت جداگانه‌ای می‌طلبد. زبان این کتاب گاهی توصیفی است و گاهی تجویزی و گاه ارشادی و گاه ارشادی. توصیف تافلر از پدیده‌هایی که به نظرش خبر از موج سوم می‌دهند گاه با داوری و ارزش داوری همراه است و گاه هشدار گونه. خواننده این کتاب 30 سال پس از انتشارش میتواند با گرفتن سر میان دو دست یا به دندان گزیدن پشت دست همراه باشد و میتواند با تعجب از توصیف مناسبی از آنچه او 30 سال پیش دیده بود. از نظر من عدم توجه به تبعات از بین رفتن نهاد خانواده، نداشتن دید انتقادی نسبت به افزایش تحکم شرکت‌های چند ملیتی بر سرنوشت انسان‌ها، ندیدن جابجایی تولید به سمت استثمار کودکان و زنان در کشورهایی که این اقشار امکان دفاع از خود را ندارند، دقیقاً به دلیل نبود همان احزاب و سازمان‌ها تشکلاتی که پیش از این نام بردم و بسیاری فجایع دیگر که فهرست و چگونگی برآمدن و تأثیرات فاجعه بار آنها را بر مردم سالاری و حقوق بشر میتوان از جمله در کتاب انبوه خلق هارت و نگری ترجمه رضا نجفزاده نشر ری خان در زمره پشت دست گزیدن اینها در زمره پشت دست گزیدن ها هستند و وقوع به ارزش‌های جهان شمول انسانی، بالا رفتن آگاهی به محیط زیست در زمره پیشبینی‌های وی. اما از منظر ساماندهی سیاسی دو نکته در نوشته تافلر روشن است. یکی اینکه باید نهادهای سیاسی و مدنی و اجتماعی را هم بیشتر هم بهتر به کار گرفت و دوم اینکه باید جمع‌ها و جمعیت‌هایی را سامان داد که به تولید فکر در ارتباط با عمل بیندیشد، یعنی همان اتاق‌های فکری که تافلر احزاب و سندیکاها و وزرا و وکلا و صاحبان سرمایه و صنعت را به تشکیل دادنشان در برای تبادل نظر با دیگران فرا می‌خواند. همه این سخنان متین و همه این سخنان متین و استوارند، اما اساساً موضوع مقاله قبلی من بررسی نظریه تافلر و کتاب او نبود،
که کسی در مقام نقد آن قرار گیرد و این همه به بررسیان اختصاص یابد. گفته شده است خواندن این کتاب 30 سال پس از انتشارش میتواند با گرفتن سر میان دو دست یا به دندان گزیدن پشت دست همراه باشد. اما موضوع بحث من اتاق فکر بوده و برای روشن کردن مدعای خیش یکی از 10 نکته مهم تافلر را که مقبول یافته ام و گمان دارم که مقبول عام است برگرفتم و خود جناب ثقفی هم در نقد نوشتهشان تصدیق کردند که اصل دیجیتال چه پیامدهای شگرفی داشته و جهان ما را به دو عصر پیشا دیجیتال و پسا دیجیتال تقسیم کرده است. اگر شما از کتاب نویسنده‌ای مطلبی را نقل می کنید و حتی برای مثال یک روحانی عبارتی از مارکس را از میان همه نظریه‌های او درست پنداشته و بدان استناد جوید، آیا باید آن را مترادف با دفاع از تمامیت کتاب و نظریه‌های او پنداشته و کمر همت به نقد آن نویسنده و کتابهایش ببندیم؟ به گمان این که داریم نقل قول کننده را نقل می کنیم. در نقد مقاله در پستوی اتاق فکر گفته شده که باقی به تافلر استناد کرده در حالی که امروزه انتقاد فراوانی بر او رواست، چنان که باید دست خود را بگزید. سلمن که چنین باشد. اما اینکه تافلر اشکالاتی هم داشته چه ارتباطی به مدعای مقاله نقد اتاق فکر دارد؟ همینجا محض اطلاع خوانندگان گرامی اشاره میکنم اگر امروز کشف شده که بر تافلر نقدهایم وارد است، نگارنده 24 سال پیش که خوانندگان مسحور نظریه های جناب او بودند و هنوز تافلر نقد نشده بود و نقد او به آسانی امروز نبود، در ضمن تبیین تاییدآمیز نظرات وی در نامه‌ای به آیت الله منتظری در اوایل سال 1367، سپس در روزنامه سلام در سال 1372 منتشر کرد که این مقاله در واقع فصلی بود از کتاب تولد یک انقلاب که بعد از آن منتشر شد. در آن گفته پیشبینی تافلر درباره جهان آینده را خوشبینانه خوانده و گفتم برخلاف دیدگاه او که جهان در تمدن سوم خود به سوی همزیستی می رود، در تمدن سوم روابط ظالمانه اشکال تازه‌ای به خود می گیرد و روش های تازه استعماری متناسب با تمدن نوین شکل می گیرد و نظریه تافلر نوعی خوشه چینی به سود سلطه جهانی آمریکا و تئوریزه کردن آن قلمداد شده است، یعنی تولد انقلاب، صفحه 329 تا 340، دقیقاً کاری که امروز و سالها بعد ناقد محترم انجام داده و حسن و عیب اثر تافلر را برشمردن که خود میتوانست به صورت مقاله مستقل از نقد اتاق فکر عرضه شود و گویی اشاره من به تافلر بهانه خوبی بود برای گشودن سفره انتقاد درباره او. 6. نیز در آن نقد نوشته ارزشمند آمده است عمادالدین باقی اشاراتی نیز دارد به مفاهیمی چون عقل جمعی و تغییر و تبدیل نگاه به دموکراسی و حقوق بشر که چندان به اصل مطلب مربوط نیست، یا دست کم باید بگوییم که من ربط آنها را درک نکردم. اما وقتی در همین متن انتقادی خواندم، به نظر من همین نگاه مثبت به اتاق فکر را میتوان از مفهوم حوزه عمومی هابرماس نیز استنتاج کرد، به شرط آنکه همچون عمادالدین باقی آن را در معنای شکست و بسته ای که در نوشتهش به دست داده نگیریم. متحیر شدم زیرا القا میکرد که گویی باقی معتقد است نظریه عقل جمعی هابرماس مخالف تشکیل اتاق فکر است و حالا ناقد محترم میخواهد ثابت کند که چنین نیست، بلکه از نظریه هابرماس هم میتوان فایدت تأسیس اتاق فکر را استنباط کرد. این در حالی است که خود ناقد اشاره دارد که از مقاله باقی دو نوع اتاق فکر برداشت میشود که یک نوع آن قیم معاونه است یا با نظریه های دموکراتیک و با نظریه های دموکراتیک معارض است. در باب عقل جمعی مورد اشاره در آن مقاله، مرجع ضمیر خودش را پیدا می کند و اشاره من به کسانی بود که در انتخابات اخیر همین که چند نفری به یقینی رسیده بودند می گفتند عقل جمعی چنین می گوید. ربط این بحث
به اتاق فکر نیز واضح‌تر از آن است که پرسیده شود بحث عقل جمعی چه ربطی به اتاق فکر دارد. چون نگرانی عمده من از اتاق فکر دقیقا همین است که چند نفر خود را مظهر عقل جمعی بپندارند و بران بودم توضیح دهم که عقل جمعی غیر از عقل جمع است. ممکن است گفته شود چه کسانی و کجا خود را مظهر عقل جمعی پنداشتند، و اما نیازی به ورود به این جزئیات نیست، چه اگر نگاهی به سایت ها در همان زمان بیفکنیم مشاهده میکنیم که بسیاری چه به صفت فردی چه گروهیشان میگفتن ملت ایران چنین میخواهد، همان گونه که در جانب پوزیسیون هرچه میکنن آن را نظر ملت میدانن، در جانب مقابل نیز هرچه میگوین نظر ملت قلمداد مینوند و مصادیقش فراوانتر از آن است که نیازی به ذکر آنها در یک مقاله کوتاه با محدودیت فضای مجله باشد. بنابراین نتیجه گیری زیر فاقد وجاهت است. اینکه افرادی دور یکدیگر جمع شوند و تصویری را از آن چه خاص و مطالبات عمومی است تبیین کنند، ایزن به این معنا نیست که آنها دیگرانی را از همین کار منع کردند یا عقل جمعی خود را به منزله عقل عمومی در معنای مفرد و یگانه آن به جامعه تحمیل کردند. در این صورت هر تحریریه هر نشریه را می توان متهم به تحمیل عقل جمعی خیش به جامعه کرد، زیرا به باور من تحریریه یک نشریه هم می تواند بگوید نظر ما این است، یعنی عقل جمع، نه اینکه نظر خود را به جمعیت وسیع‌تر و متنوع‌تر تعمیم دهد و بگوید عقل جمعی این است. منتقد ارجمند می افزاید اما حوزه عمومی بر نظر هابرماس نه به معنای کل جامعه است، نه فضایی چنان گسترده که برای دسترسی به تعقلی که از آن برمیخیزد نیاز به نظرسنجی و غیره داشت. ویژگی این حوزه عمومی قرار گرفتنش ورای قطب‌های قدرت رسمی همچون دولت و اقتصاد و جمعیت و کلیساست. به عبارت دیگر حوزه عمومی عرصه مکانی زمانی است که در آن افراد آزادانه مشارکت کرده به تبادل نظر می‌پردازند. به همین دلیل نیز محلی است برای تجلی کنش ارتباطی و تفاهمی که بر ونداد آن می‌تواند قدرت را نقد کند و برای اثبات سخن خود به نقدی از فضای مجازی و توانان در ایجاد تفاهم بین الاذهانی پرداخته. من هم با بسیاری از نقدهای مطروحه درباره فضای مجازی موافقم و اقراق درباره آن را روا نمی دارم. اما مانند خود ایشان معتقدم در این که موبایل و اینترنت و اصولا فناوری دیجیتالی می تواند به تشکیل سهل‌تر و تعدد و تکثر این فضاها مدد رساند شکی نیست، اما در این حال تأکید می کنم که منظور من از شبکه‌های اجتماعی را به فضای مجازی تقلیل داده‌اند، در حالی که تعمدن و با عنایت خاصی در آن مقاله از تعبیر شبکه مجازی و واقعی سخن گفته بودم، چون شبکه اجتماعی مجازی بدون شبکه اجتماعی واقعی یعنی سازمان‌های مردم نهاد و احزاب و مطبوعات و غیره ناپایدار و ناکام است. تجربه مصر نشان داد جنبش جوانان 6 آوریل مصر یعنی گروه فیسبوکی با شبکه مجازی توانستن انقلاب مصر را راه بیاندازند، اما شبکه اخوان که 80 سال پیشینه و تجربه داشت شبکه واقعی بود که قدرت را به دست گرفت و اگر دومی نبود چه بسا اولی هم در نیمه را با یا مزمحل یا مصادره و جذب قدرت می شد. نقد مقاله در پستوی اتاق فکر فرصتی را نه فقط برای نقد تافلر که برای نقد دیدگاه‌های نگارنده آن درباره حقوق بشر نیز فراهم آورده است. لذا در آن نقد نوشته سودمند آمده است همین ناروشنی در بحث عماد الدین باقی در مورد تغییر دید ما نسبت به حقوق بشر وجود دارد. درست است که برای برخی از دیدگاه‌ها روند تغییر حقوق بشر از حقوق سیاسی به حقوقی ناظر بر اجتماع و سپس حقوقی ناظر بر محیط زیست را نوعی پیشرفت در فهم حقوق بشر به شمار می آورند،
اما اولا همه مفسران امروزی حقوق بشر این سیر را سیر تکاملی نمیدانند. دیگرانی هستند که این تغییر را جدا شدن حقوق بشر از حقوق محوری و انسان محوری به شمار می آورند و آن را بازگشت به رمانتیسم با تمامی سویه های ضد مدرن و تامگرایانه آن به شمار می آورند. ثانیاً ارتباط مستقیمی میان این سه، چون را مطلوب بدانیم و چون نامطلوب، با کامپیوتر و موبایل و اینترنت و بهباد وجود ندارد. در مورد تعمیم حقوق حق رأی بخشار مختلف اجتماعی، به عنوان مثال وارد شدن زنان در شمول دارندگان حق رأی، یعنی مثالی که باقی رای می دهد، نیست حقیقتا ارتباط آن با امواج تافلری روشن نیست. درباره ذکر مثالی از حق رأی زنان برای بیان سیر تکاملی مفاهیم حقوق بشر و اینکه عصر دیجیتال چنان که خود تافرر به خوبی توضیح داده از هنجارها و مذاهب و فرهنگ‌ها دستخوش تغییرات کرده است و اینکه در همین سه دهه اخیر چه رویدادهای مهمی در زمینه حقوق بشر و شکل‌گیری مفاهیم و اسناد تازه رخ داده و ربط بحث حقوق بشر را با عصر پسا دیجیتال روشن میکنه، نیاز چندانی به بحث نیست و فقط درباره نکته‌ای که بیانگر نقد جریان چپ به حقوق بشر است که همواره منتقد جدی حقوق بشر بوده و البته تأثیر انکار ناشدنی مثبتی در پیشرفت آن از لیبرالیسم فردگرایانه به نسل دوم حقوق بشر داشته است اشاره میکنه. این انتقاد جریان چپ که نسل سوم حقوق بشر با تأکید بر محیط زیست از انسان محوری جدا شده و دچار انحداد گردیده است، برخواسته از یک اشتباه ساده است. آن اشتباه ساده این است که تأکید بر محیط زیست به معنای طبیعت گرایی نیست که بازگشت به رمانتیسم و نظایر آن تلقی شد و نسل سوم حقوق بشر محیط زیست را جایگزین بشر نکرده که دچار انحراف شده باشد، بلکه محیط زیست هم از آن رو واجد اهمیت شده که محیط زیست انسان است و پسمانده های عصر صنعتی و اتمی، یعنی حادثه اتمی چرنوبیل اوکراین در 26 آوریل 1986 و حادثه اتمی فوکوشیمای ژاپن در پی زلزله 9 ریشتری و سونامی 11 مارس 2011 را فراموش نکنیم و آلودگی ها و انتشار ویروس های خطرناک و غیره زندگی انسان را به خطر انداخته است و انسان محور محیط زیست است و طبیعت برای اوست. مقاله من بیش از همه در معرض اتهام دعوت به بیعملی بود و چون دفع از اشکال مقدر کرده و بدان اشاره‌ای داشتم، ناقد محترم اتهام تازه‌ای جسته و کل مقاله را اساساً فراتر و مخربتر از دعوت به بی‌عملی دانسته و دعوت به نیندیشیدن قلمداد کرده. گرچه خود گفتند که باقی از دو نوع اتاق فکر مطلوب و اتاق فکر نامطلوب سخن گفتند، ولی نمیدانم دعوت به نیندیشیدن و امتناع تفکر از کجای مقاله من در آمده. لذا از این قسمت که شاه بیت نه و بیدلی ترین آن است می گذرم. مقاله نقد و اتاق فکر دعوت به بیعملی نکرده است، بلکه اگر قرار بود نقدی وارد شود این بود که دعوت به پرعملی کرده، زیرا برساختن شبکه اجتماعی بیعملی نیست بلکه عملی واقعی است و بیش فعالی می خواهد. ایده اتاق فکر گرچه به زعم ناقد ارجمند فقط برای اندیشیدن است، اما همین هم فقط یک حرف است و فردا اگر تشکیل چنین اتاق فکری عملی نشد، عذر موجه می آورند که نگذاشتن. اما در مورد شبکه اجتماعی چنین نیست. شبکه اجتماعی اولا عرصه وسیع تری برای اندیشیدن و تبادل فکر است، دیگر اینکه ایراد وارده این است که هر از گاهی در برابر فضای سرخوردگی موجود ناگهان ایده دلخوشکنکی داده می شود و ادهی به آن سرگرم می شود و چون گرهی گشوده نمی شود و کاری از پیش نمی رود، دوباره سرخوردگی ها عمیق‌تر می کند.
فعلا به عوارض خطرناک تشدید سرخوردگی ها برای ملک و ملت کاری ندارم. سخن نگارنده این است که اگر فضا به قدری مساعد باشد که این چند تن از معتمدین بتوانند اتاق فکر را تشکیل دهند، معناش این است که اصلا خود احزاب اصلاح طلب می توانند از ممنوعیت خارج شده و فعال شوند و شکل حزبی و مدرنتر هماندیشی محقق کرده. اما پرسش این است که قرار است چند نفر به عنوان اتاق فکر گرد هم آیند؟ اگر این جمع قرار است نامحسوس و نامعلوم باشد و کسی از کرداران آگاهی نیابد که اتاق فکر نیست بل همان پستوست، و اگر قرار است تحت عنوان اتاق فکر فعالیت آشکاری داشته باشد، در خوشبینانه ترین وضعیت اگر از مراجع امنیتی یا قضایی یا سیاسی به تک تک آنها تلفن زده و بگویند اجازه ندارند چنین جلساتی تشکیل دهند، یا در بدبینانه ترین حالت چند ساعتی هم برخی از آنها را بازداشت کنند، آیا چنین نشستهای ادامه می‌یابد؟ بگذاریم که حتی پیش از هر اقدامی برای ممانعت از شکل‌گیری اتاق فکر، برخی از مواضع آوانگارد با ایده های غیر عملی تر چون تشکیل اتاق فکری از هزاران نفر ناشناخته و بدون هیچ اقدامی در این جهت اصلا را تعلیق به محال میبرند. هنگامی که به همین سادگی میتواند اتاق فکر تعطیل شود، ما مجاز نیستیم شهروندان را با امیدهای واهی سرخورده کنیم، مگر اینکه پیش از آن از طریق تعامل با سیستم تضمین‌هایی برای آزادی عمل این جمع عقد شده باشد که این هم باید شفاف بوده و شهروندان از آن آگاه باشند، یا اینکه از عقبه اجتماعی نیرومندی برخوردار باشند که تعطیل کردنش به این سادگی میسر نباشد. اگر فقط همین سخن را هم گفته بودم به معنای بیعملی نبود، زیرا پیشبینی و تدبیر و پیشگیری از عوارض سوء یک عمل ظاهر الصلاح دعوت به بیعملی نیست. اما مقاله در پستوی اتاق فکر از این هم گامی فراتر نهاده و نشان داده است که پیش درآمد اتاق فکر بر ساختن شبکه اجتماعی است، و این کار یعنی آستین بالا زدن و هزینه کردن هم از هزینه و پول. صرف طرح ایده اتاق بدون توجه به مشکلاتی که داره کار عملی و رافع مشکلات نیست. شبکه اجتماعی یعنی که هر روز ساعتها به نحو خستگی ناپذیر وقت صرف کنی، پول هزینه کنی، چشم طمع از حضور رسانه‌ای برگیریم تا زیربنای اجتماعی بسازیم که پشتوانه هر اتاق فکر یا حزب یا رفتار قانونی دیگر باشد، و بیش از آن هم تفکر اجتماعی را از آلودگی به سیاست زدایی بپیرایی و باور کنیم شبکه اجتماعی ساختن نوعی دیگر از حزب یا حزب سازی زیرزمینی نیست و شامل کار بسیار گسترده‌ای در سپهر مدنی است که امور خیریه و مدرسه سازی و تکدی زدائی و حمایت از ایتام و بیماران گرفته تا فعالیت‌های صنفی و امور حزبی و دانشجویی و غیره را شامل می شود. اینجا مجال تشریع جزئیات بحث شبکه اجتماعی نیست، فقط اشاره می کنم که بدون برساختن ریشه ها و شالوده های اجتماعی هر کار دیگری آب در هاون کوبیدن است. چنان که در هر جای دنیا 80 نماینده مجلس تحسن میکرد، یک دگرگونی بزرگ در کشور به وجود میاد، اما در اینجا اکثریت مردم ها حتی از این تحسن باخبر هم نشدن و یا اهمیت و حساسیتی نشان ندادن، و اصلاح طلبان به عنوان پیشروترین نیروی اجتماعی در ایران هیچ وقت تن به یک آسیب شناسی جدی ندادن و به نظریه ها توجه و نظریه های توجه به عمق اجتماعی بی اعتنا بودند. یعنی اکنون به دلایل عدیده تمایل به توضیح بیشتر آن ندارم. همه سخن من این بود که اتاق فکر را گرچه در هر صورتی اجازه نخواهند داد، ولی بر فرض تشکیل باید همان بحث ها را از جمع پستویی به در آورد و بیشتر و متنوع‌تر با حضور نمایندگانی از جریانات مختلف زبانی و سیاسی و فکری با ماهیتی دموکراتیک‌تر و امروزی‌تر سازمان داد.
در واقع مهمترین دغدغه من ضمانت‌های دموکراتیک و حقوق بشری هر نهادی است که تحت هر عنوانی می‌خواهد شکل بگیرد. و نیز با بیان مشکلات و اتاق فکر خواستم کمکی به پخته‌تر شدن آن در فضای مباحثه کرده و نیز نشان دهم که باید کاری عملی‌تر و مفیدتر از آن انجام داد و آن تدارک مقدمات، درست و تکیه‌گاه‌های اتاق فکر است. با این توضیحات بهتر میتوان بر آن فراز از نقد نظری افکن که میگوید باقی مینویسد از سوی دیگر مضیقه‌های امنیتی اجازه تشکیل اتاق فکر جدی را نخواهد داد. بر همین اساس میتوان جملات بسیار دیگری را یادآور شد و به عنوان مثال گفت که همین مضیقه‌ها اجازه انتشار مطبوعات جدی را هم نمیداد و اجازه انتشار کتاب جدی را هم نمیداد و ایراد سخنرانی و حتی استفاده مجاز از اینترنت و غیره و غیره را هم نمیداد. با این همه سال هاست که همه تلاش میکنیم که با عنایت به همین مضیقه‌ها آنچه را که صلاح میدانیم بازگو کنیم. پذیرش ما تقدمی بر این مضیقه‌ها و استناد به آنها برای نگفتن و ننوشتن و تلاش نکردن به رفتار آن فردی میماند که در 40 یا 50 سالگی خودکشی کند به این بهانه که به هر حال در 80-90 سالگی دار فانی را وداع خواهد گفت. بگذارید کسانی که به باور شما وظیفه ابلاغ این مضیقه ها را دارند به این کار اقدام کنند. شما و بنده که نباید پاسخگوی این افراد باشید. تأکید مقاله نقد اتاق فکر بر نمی گذارند. تأکید بر واقع بینی و واقع گرایی است و اینکه با حرفای غیر عملی سراب نسازیم و افراد را بی جهت دلخوش نکنیم. اما این سخن را چنین تعبیر کردند که باید بنشینیم تا اجازه دهد. گمان دارم این سخن کمی دور از انصاف است، زیرا گوینده آن تأکید فرد مجهول الهویه‌ای نبوده و دستکن در تمام سالهای گذشته و حتی پیش از 2 خرداد 86 که بسیاری از دوستان و همراهان امروز به گونه دیگر می‌اندیشیدند منتظر اجازه نبود و به همین خاطر در سال 74 از تدریس در دانشگاه ممنوع شد، از کار در مؤسسات مختلف محروم گردید، پروانه نش گرفت، آن هم لغو شد، بسیاری محدودیت های دیگر تا حبس و غیره که در نامه سرگشادهی به رئیس قوه قضاییه در مطبوعات سال 86 جزئیات آن آمده است. زیرا او وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را تابع صدور اجازه نمی دانست. به واپسین فراز از مقاله نقد اتاق فکر یا دعوت به نیندیشیدن که رسیدم دو چیز معما شد. یکی این که گفته شده بود امادالدین باقی مهر بطلان بر سامان سیاسی مردم سالارانه در این جوامع یعنی غربی زده است و درک نکردم این برداشت از کجا در آمده است. آیا اگر کسی مدعی شد اتاق فکر از نوع سنترالیست و پوپولیت برویی نمیم یعنی چی؟ باوری، پوپولیت باوریش نامطلوب است و باید با شبکه اجتماعی در تعامل پیوسته باشد، مهر بطلان بر سامان سیاسی مردم سالارانه است. نکته دیگر این که گفته بود همکنون که در اقصا نقاط جهان گروه‌های متعددی در اتاق خایفه که حقیقتا عنوان پستو شایسته برخی از آنها جمع می شوند و بنا را بران گذاشتند که برای ما تصمیم بگیرند، حقیقتا چه استعدادی دارد که ما خود را در اینجا گرد هم بیاییم و به همفکری بپردازیم. با این سخن ارجمند پایانی در آن نقد نوشته درمانده بودم که آیا این همه نقد کردن برای اخذ نتیجه‌ای بوده است که من در همان مقاله نقد اتاق فکر در صدد بیانش بودم. اگر ما حسن نقل این باشد که گفتند، دیگر چه محلی برای نظام میماند؟ حالا دقت بکنیم به این که این مطالب
در حقیقت درون ایران رد و بدل میشن، این آدم هایی که تو ایرانن و دنبال میکنن، با همدیگه گفتگو میکنن و یه دشون شهامت دارن، میستن پای حرفشون، کتک میکنن، زندان میرن، داغ و درفش میبینن. ما همین تصویر رو در این ورم وقت میبینیم، اونتا به شکل فانتزیش میبینیم، به شکل خیالیش، یا شاید به شکل کومیکش میبینیم، نمیدونم. اونجایی که به این 6 آوریل اشاره میکنه، اشاره درستی میکنه، یعنی صرف این که ما در شبکه مجازی نمیدونم پالتاک بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم معنای هیچی نیست. تا اینکه شما یه سازمان قوی اجتماعی نداشته باشی، یه پایه اجتماعی نداشته باشی، نتونی اونجا حرکت بکنی، هیچ این حرف به جایی نمیرسد. ما نمیتوانیم با شعار همجوری یه شخصیت بسازیم، این خیلی شکلش قشنگه، این خیلی آدم خوبیه، اینا نمیتونیم این کارو بکنیم. آقای خمینی هم بر این سوار نشد. آقای خمینی بر اون کاری که انجام داد، عملی که انجام داد، و از پیشاپیش هم تعریف کرده بود که ظاهرا چه میخواد، چه نوع حکومتی میخواد، دنبال چه میگه، من هم تعریف کرد، اما هیچ که گوش نداد، هیچ کس زاخچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. تمام گرفتاری از اونجا آغاز شد که ما موضوع را اصلا جدی تلقی نکردیم. تا زمانی که خودمون شخصی فردی یه حرکت رو دنبال نکنیم، فردی شخصی، بسیار بذار یک درنگی بکنیم، برگردیم این دو تا سه تا مطلب رو با شما در میون بذاریم، جالبه، فکر میکنم که بد نباشد. تا اینا بخشی از این خبرها بود که فکر کردم بد نیست الان با هم دیگه استراحتی بکنیم. می نویسد که ستاره در فیسبوکش نوشته که درگیری شدید مردم با مزدوران انتظامی در متروی تهران. خبرنگار ما از تهران میگوید مسافران واگن متروی مخصوص بانوان در مسیر تهران پار صادقیه با ماموران زن انتظامی درگیر شده. این درگیری هنگامی رخ داد که ماموران میخواستن دختر جوانی را به خاطر درس فروشی در مترو دستگیر کنند. شدت این درگیری به حدی بود که یکی از ماموران زن انتظامی با هجوم مسافران در اولین ایستگاه با لگد از واگن به بیرون پرت شد. مسافران مترو فریاد میزدند بی شرف و حیا کنید، مملکت را رها کنید. راننده قطار نیز به طور مداوم از مردم میخواست تا سکوت را رعایت کنه، اما مردم به تنگ آمده هر بار با سوت و هو کشیدن واکنش نشان میدادن. به گفته یکی از مسافران در روزهای گذشته نیز یکی از نیروهای انتظامی که قصد داشت دختر جوانی را به خاطر دستفروشی دستگیر کند با اعتراض مردم روبرو شد. طی ماهای اخیر با افزایش گرانی ها و مشکلات مالی بسیاری از جوانان مجبور شدن تا در واگن‌های مترو دستفروشی کنند و از لواشک و نقشه تهران گرفته تا باتری و لباس زیر و فال می‌فروشند. ممنوعیت گدایی در سطح شهر تهران به دلیل برگزاری اجلاس کشورهای عدم تعهد نیز باعث افشای گدایی در مترو شده است.
ایران پرس نیوز این خبر رو نقل کرده. به کدام سمت حرکت میکنیم، کجا وایستادیم، کجا داریم نگاه میکنیم، چه تکلیفی بر ما هست، ما چه وظیفه‌ای داریم، ما که در خارج از کشور زندگی میکنیم، از همه نعمات استفاده میکنیم، واقعا چه تکلیفی داریم. بحثا رو در داخل کشور میبینی، نشان میدهد که در حقیقت یه جور فروریزیه. یعنی مثلا اگر که امادالدین باقی میگوید به آقای عبدالله نوری که اتاق فکر اگر شما میخواید 4 نفر درست کنید، بعد بیه که همه مردم اینا رو میگه، همه مردم این حرفا رو نمیزنن، شما این حرفا رو میزنید. همه مردم گرفتار معیشت روزانه هستن، همه مردم گرفتارن. و طبق این گزارشی که وفا اعلام کرد که از ایران نقل کرد، در حقیقت یارو در ایران نشسته و میگوید، میگه آقا بی خودی نگو، تحریم ها ربطی به ماجرای ما ندارد، تحریم ها در آینده نشان خواهد داد. یعنی شما در تجارت ما 3 مرحله داریم، یکی کالای موجود در انباره، یکی کالای بین راهیه، یکی هم سفارشه. اینا بایستی به صورت دایره با هم حرکت کنن. یعنی هر زمانی که شما یه جنسی رو در انبارت داری، همیشه باید یه کالای بین راهی داشته باشی که این بیاد جای این، برای اینکه این از انبار که میره بیرون، اون یکی که بین راهه برسه و اینو همیشه این ذخیره وجود داشته باشه. ضمن این شما باید یه دونه سفارش داشته باشی که بتونه به محض اینکه این بین راهی به مقصد رسید، اون سفارشه شروع کنه عمل کردن، تبدیل بشه به بین راهی. بنابراین موضوع تحریم های جدی از ماه جولای آغاز شده، ماه جولای یه ماه گذشته. شما بایستی انبارت پر می بوده، شما بایستی کالای بین راهی می داشتی و هیچ کدومو نداری. این سوء مدیریته، برای اینکه اصلا حواست به مردم نیست، حواست اصلا به مملکت نیست. این همین نقش رو من همینجا میبینم، در دو طرف قضیه است، یه طرف نیست، دو سویه است. ما همین اینو این ورم داریم، تو خارج کشور هم همین شکل عمل میکنه. ادهی میشینن و میگن که ما مردم اینطور اینطور، مبنا هاشمیست. شرایط چیست؟ واقعا شرایط ما به کدام سمت میرود؟ 3 تا شرط داره. یکی این که ادهی نشستن منتظرن، در انتظارن. اونها کسانی هستن که میگوین فضا فعلا بسته است. گفتیم خب برای فضای بسته شما چه تلاشی میخوای بکنی که فضا رو باز کنی؟ گفت منتظر میشینی. گفتم این منتظر است یا منتظر؟ شما باید به سمت انتظار حرکت کنی، نمیتوانی منتظر بمانی. چه راهیم داری برای این؟ منتظرم که خامنه‌ای بمیرد، یک تحولی اونجا صورت بگیره. ادهی معتقدن که ممکن است که در درون سپاه تحولی صورت بگیرد، یا آدمایی مثل علایی و از این کمیتچی‌های این مدلی، اینا هیچ کدامشان دلسوز وطن نیستن. به باور من اینا دلسوز قبیله خودشون هستن. اینا هیچ کدومشون از منابع ثروت به دور نشدن، از منابع قدرت دور شدن. و چون وضعیت اقتصاد به هم پاشیده، درآمد نفت پایین اومده، ورودی کم شده، بین اینا کمتر تقسیم میشه، بنابراین اینا دعواشون شده. پس یکی عده منتظرن خامنه‌ای بمیرد و در اونجا تحول صورت، یه عده نشستن منتظرن که سپاه و نیروهای درون سپاه یه کاری رو انجام بدن، یه جور بگیر ببند کنن، مثلا بیان بریزن مشایی پلا اینا رو بگیرن، یه در رو قلاب کنن. ولی تا زمانی که آخوند
در این داستان وجود دارد، همه اینا در حقیقت نقش بر آب است. با یه موجی شکلش عوض میشه. مهم اونه که این پدیده رو بیرون کنی، از ذهنت، از دلت بیرون کنی. ما هنوز از ذهن و دلمون اینو بیرون نکردیم. ما هنوز در صفحه دشمن به دنبال دوست داریم میگردیم. ما هنوز باور نکردیم که مملکت ما به وسیله یه عده اراذل و اوباش اشغال شده است. هنوز اینو باور نکردیم. و تا زمانی که این باور در ما قوی نشود، تغییری اتفاق نمیفتد. بعد این باور به صورت باور عمومی بشود تا تغییر صورت بگیرد. در سوریه مردم باور کردن که این دستگاه حاکمه، این دستگاه دشمنشونه، بنابراین به پا خواستن به علیه دشمن، اونو دشمن میدانن. ما هنوز دنبالش میگردیم، شاید آقای خاتمی دوستاش یک کاری برای اون بکنه. اونا هیچ کاری برای ما نخواهند کرد. باید خط کشیم بکنیم، معلوم کنیم کجا ایستادیم، مرزبندی کنیم با اون. نمیتوانیم اینجا بشینیم و بگیم که آقا مردم در ایران، ما دائما داریم از طریق دستگاه امنیت جمهوری اسلامی خودمون رو تخلیه میکنیم، نیرومون رو تخلیه میکنیم، انرژیمون رو میسوزونیم. در پی واهیات، در پی یک چیزای بیخودی. باید تک تک شما به عنوان کسی که اونجا نشسته، من به عنوان کسی که اینجا نشستم، به یه باور مشترک برسیم. ولی سخته برای من یه نفری، خیلی سخته که با شما بتونم در حقیقت شما رو وادار کنم که آقا این چرا؟ برای اینکه شما فقط در اینجا نیستی، به محض اینجا میری یه کانال دیگه، یه دقیقه دیگه یه جای دیگه، یه جای دیگه یه جای دیگه، تا من داری میچرخی. و در گوناگونی اخبار و مطالبی که گفته میشود دچار دوران میشویم، همش میچرخیم، در حال چرخشیم. و چون میچرخیم، ما فقط حرکت وضعی داریم، حرکت انتقالی نداریم. به همین دلیل هستش که هیچ وقت اگر تجربه منتقل میشد، ما هم انتقال پیدا میکردیم، ما هم به وضعیت انتقالی میرسیدیم. ما هنوز تو حرکت وضعی هستیم، همینجوری میچرخیم، سر جای خودمون میچرخیم. از همون سوراخ همیشه گزی، از یه سوراخ گزیده میشویم. اینجور نیست که مثلا یه بار باشه یه بار دیگه یه جوری دیگه باشه، نه. با دوستی صحبت میکنم، گفتم آقا شرایط اینگونه، هر کسی که در ایران به خاطر ساختار قبیله‌ای که داره، هر کسی که در ایران به قدرت برسه، او اون قبیله رو حاکم میکنن. تنها یه بعد شانس بیاری که در یک تحولی یک عده آدمی اون بالا قرار بگیرن که جهانی فکر کنن، انسانی فکر کنن. و بعد کارش سخته، کارونه ده کار سختیه، درست مثل همون شرایطیه که شافور بختیار در دوره انقلاب با مردم داشت. امروز که دیگه اون وجود ندارد، شانسی براش نیست. حالا امروز اومدی میگی آقا ما اون روز فلا اینا، ولی اون روز هرگز گوش ندادی، امروز هم گوش نمیدی، فردا هم گوش نخواهی داد، تا اینکه حرکت انتقالی صورت بگیرد.
الان یه در لیبی که از طرف هلال احمر رفته بودن، ظاهرا معلومه توشون یه آدم بوده که متخصص نمیدونم ایدز و اعتیاد و اینا بوده و جوایز بین‌المللی برده، یه آدم درس خونده، یه آدمی است که کار کرده تو لیبی، گرفتن سرش میبرن، سالم از لیبی بیرون نمیان. ما یه تیکه میبینیم در حالی که این یه کسرتی است در یه وحدتی، جز جز دارد، ما قابلیت دیدنش رو نداریم، چرا که از دریچه قبیلمون به داستان نگاه میکنیم. منم زورم نمیرسه، هر روز که میگذره احساس میکنم که بی خودیه، آب در هاون دارم میکوبم، چیزی خورد نمیشه، چیزی تبدیل به چیزی دیگری نمیشه، همون سیالیست که هست. چه باید کرد و باید از درون خودمون پیدا بکنیم و اجرا بکنیم. حرف عمادالدین باقری، حرف آقای ودیعی، حرف همه اینا یه حرف میزنه که دموکراسی یه پدیده ایست که در عمل نشان میدهد، یه سازمانی دموکراتیک است که دموکراتیک عمل کند، انتخابات دموکراتیک داشته باشد، نه یکی در رأس باشد بقیه مثل بوز اخفش گلشون رو تکون بدن. چگونه میشه این تبدیل به اون یکی بشه؟ فقط به شرط اینکه شما به خودت باور داشته باشی. وقتی خودتو باور کردی میتوانی بر مبنای باورت بیستی، نه بر مبنای تعصب، نه بر مبنای تعلق، بلکه بر مبنای یک باور درست که بر مبنای اندیشه باشه و وقتی محکش میزنی درست بیسته توی اون قالب و اون چارچوب انسانی که قرارش بیسته جا بگیره. عرض دیگری ندارم تا فردا که دوباره در خدمت شما خوبان و نازنینم باشم. یک گزارشیست دلم میخواد که تا فرصت هست و شما هم هنوز بیدارید این رو با همدیگه ببینیم. بذار بریم این گزارش رو با هم تماشا بکنیم. گزارش خوبی بود فکر کنم. ببینیم با همین گزارش. مرسی.